درود به بینندگان خوب تلویزیون پارس، عسل پهلوان هستم و دقایق رو با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت باشید و پایدار، و امیدوارم که آخر هفته خوبی رو در پیش رو داشته باشید و این ویکند هایی که دیگه تابستان هم داره به پایان میرسه و مدارس در اینجا داره شروع شده یه مقدارش هم و حالا در بقیه هم داره در هفته دیگر شروع میشه. در صورت امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید خوب باشید. هموطنان ما که در تدارک مراسم 25 شهریور مصادف میشه با 16 سپتامبر در سراسر دنیا هستن، عده‌ای از هموطنان ما از پاریس به هامبورگ و یا فرانکفورت میرن. هامبورگ هموطنان ما گرد هم میان و مراسم رو در هامبورگ برگزار میکنن که مطمئنا در برنامه های دیگر از هموطنانمون دعوت خواهم کرد در هفته آینده که از برنامه هاشون برای ما بگن. در لس آنجلس در روز شنبه 16 سپتامبر در دانتان لس آنجلس گرد هم خواهیم آمد ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر در 200 نورث سپرینگ بولوار و در شهر لس آنجلس در سیتی هال دانتان لس آنجلس خواهیم بود و مقریست که واقعا در 11 فوریه هم در همونجا گرد هم آمدیم. امیدوارم که همه شما عزیزان در این گرد همایی با ما و همراه ما باشید. بینندگان عزیز، برنامه را آغاز میکنم با بانویی که امروز حکم 74 ضربه شلاق را بهش دادن. او زینب کاظمی نام داره، مهندسی که در مجمع عمومی نظام مهندسی روسریش رو به عنوان اعتراض برداشت و در روز چهارشنبه براتون گفتم که دادگاهش برگزار میشه و برگزار شد و حکمش رو صادر کردن. حکم او 74 ضربه شلاقه. آنچه که در اینجا خواهیدید پیامیست از خانم زینب کاظمی که خوب گوش بدید، دقت کنید و از او بیاموزید. سلام، من زینب کاظمی هستم، مهندسی که در مجمع عمومی نظام مهندسی استان تهران در بهمن ماه 1401 به نشان اعتراض روسری خودم رو برداشتم و فیلم اعتراضم بعد از اون رسانه ای شد. 6 شهریور ماه دادگاهم برگزار شد و دیروز 14 شهریور ماه حکمم به من ابلاغ شد. با توجه به اینکه در این مدت رسانه ای نداشتم، با توجه به اعلام حکمم لازم دونستم که از طریق همین پیج اینستاگرامم توضیحاتی رو در خصوص پروندم و حکم صادره خدمتتون ارائه بدم. مجمع عمومی نظام مهندسی استان تهران در بهمن ماه 1401 مجمعی بسیار پرحاشیه بود، مجمعی که در اون هر اتفاق بدی که برای یک مجمع عمومی سنفی میتونست بیفته رخ داد، از تبعیض همیشگی نسبت به خانوم ها گرفته تا تقلب، تا صورت های مالی سراسر اشکالدار و ایرادهایی که برای تصویب در مجمع ارائه شده بودند، و بدتر از همه اینها جو امنیتی غالب بر سالن بود که به واسطه حضور ماموران امنیتی در سالن ایجاد شده بود و در نهایت هم بدترین اتفاق ممکنی که برای یک مجمع عمومی صنفی میتونه بیفته رخ داد و اون ضرب و شتم مهندسان از سوی ماموران امنیتی بود، تنها به خاطر اعتراضی کوچک به نحوه رأی‌گیری. بدترین اتفاقی که برای یک مجمع صنفی میتونه بیفته همین هست که ماموران امنیتی مهندسان رو برای اولین بار در تاریخ نظام مهندسی کشور مورد ضرب و شتم قرار بدن در مجمع عمومی صنفی شد. و من هم خب طبیعتاً عکس العمل نشون دادم و به نشان اعتراض به 3 موضوع: تبعیضی که نسبت به خانم‌ها در حال وقوع بود و همیشه هست، ضرب و شتم مهندسان در مجمع و تقلبی که جاری بود، اعتراض کردم و روسری خودم برداشتم. بعد از تمام اتفاقات بدی که در اون مجمع افتاد، از تقلب گرفته، از صورت‌های مالی اشکالدار، از سیستم رأی‌گیری سراسر اشکال، از ضرب و شتم مهندسان و جو امنیتی حاکم بر سالن،
دستگاه قضایی بعد از اون تنها تشخیص داد که برای من تشکیل پرونده قضایی بده به اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی. بعد از اون هم به پلیس امنیت احضار شدم، چندین بار به دادسرا احضار شدم و 6 شهریور هم دادگاه هم برگزار شد و 14 شهریور دیروز حکم به من ابلاغ شد. بنده در طول تمام روند بررسی پروندم اتهام وارده رو نپذیرفته و نمیپذیرم. هرگز اقدامی مبنی بر این که حتی عفت خودم هم لکه‌دار شده باشه انجام ندادم، چه برسه به جریحه دار کردن عفت عمومی. و اگر سیستم و ساختاری به این نتیجه رسیده که آدمی مثل من بی عفت هستش، قطعا باید در معیارهای خودش بازنگری بکنه. اما حکم صادره 74 ضربه شلاق تعزیری که تعلیق شده در صورتی که 5 سال مرتکب جرمی نشم. البته با رویه که دارم مشاهده میکنم از قانون گذاری در مجلس و بقیه ساختاری که هممون داریم میبینیم، احتمالا هممون داریم در جرگه مجرمین قرار میگیریم و تضمینی وجود نداره که در طول این 5 سال من هم جز به جرگه مجرمین قرار نگیرم و این حکم اجرایی نشه. چیزی که من رو نگران میکنه رویه ای هستش که در طول دادسرا و دادگاه مشاهده کردم. پرونده من به واسطه رسانه‌ای شدن خشونت زیادی نسبت بهش اعمال نشد، اما میتونستم ببینم که در خصوص پرونده های دیگه چطور برخورد میشه و خیلی برام دردناک بود و همین باعث شد که تشویقم کرد که سکوتم رو بشکنم. حرف های زیادی برای گفتن دارم که امیدوارم روزی بتونم همه اونها رو فریاد بزنم. چیزی که شاهدش بوده و هستیم این هستش که همه ساختارهای حکومتی همه توانشون رو دارن به کار میگیرن برای تحقیر منتقدین، مخالفین، معترضین و به ویژه خانوم ها. 74 ضربه شلاق برای من، این که حتی پام تا حالا به کلانتری هم باز نشده، واقعا تحقیرآمیز هست و اصلا موضوع من موضوع خود پرونده خودم هم نیست. من پرونده های دیگه که شاهدشون بودم برام بسیار دردناک بودن و پرونده من در مقابل اون واقعا هیچی نبودش، خیلی دردناک بود. با این وجود هرگز از بلند کردن فریاد عدالت خواهی در برابر ظلم پشیمون نبوده و نیستم و سکوت نخواهم کرد. و خطابم به حکومت این هست: آینه گر نقش تو بنمود راز، خود شکن، آینه شکستن خطاست. درود به خانم زینب کاظمی و واقعا بانویی که امروز به خاطر برداشتن روسری و اینطور وای میسه و هیچ نگرانی و ناراحتی نداره و با 74 ضربه شلاق که برایشون صادر کردن. همونطور که در برنامه‌های پیش هم گفتم، بازداشت خانواده‌های دادخواه همچنان ادامه دارد. در همین هفته در مراسم جواد روحی که او هم به نوعی به دست دشخیمان رژیم جمهوری اسلامی کشته شد، مراسمی رو برگزار کردند در نوشهر. در این مراسم مادر عرفان رضایی، خانم فرزانه برزکار، به دست دشخیمان بازداشت میشه توسط نیروهای حکومتی. در مورد عرفان رضایی براتون بگم که عرفان رضایی متولد 11 شهریور بوده و در 30 شهریور ماه در آمل، در واقع هم 30 شهریور 1380 در آمل به دنیا میاد. در 30 شهریور به دست دشخیمان با شلیک 2 گلوله از فاصله نزدیک، یکی به کتفش و یکی به سینش، به قتل میرسه در مقابل فرمانداری آمل. امروز این مادر دادخواه بازداشت شده، مادر عرفان رضایی، جوان 21 ساله‌ای که به ناحق کشته میشه و امروز این مادر دادخواه رو بازداشت میکنن. همونطور که من بارها گفتم، با بازداشت کردن مادران، پدران و خانواده های دادخواه در این راه و این مسیری که هموطنان ما ایرانیان در داخل و در خارج قدم گذاشتن
پایانی وجود نداره تا پیروزی، این راه ادامه دارد. با بازداشت خانواده ها نه تنها جلوی این راه گرفته نمیشه، بلکه به صف این مبارزه اضافه و اضافه تر میشه. و شما میبینید وقتی که بانوی با یک استقامت و شجاعت میسته در مقابل یک آخوندی و حتی امروز بهش حکم میدن و حکم رو برش صادر میکنن، یک این ویدیو رو با هم میبینیم که بله 3 سال و 8 ماه حکمی که برای بانوی به نام الهام فرشاد دختر 29 ساله صادر کردن، برای که این چنین با آخوند برخورد میکنه. مشخصه تو خودت چرا من اومدم اینجا هیچ کی منو عبارت از تو نگفت به شکل بشاشین هم مثلا بابا اضافه کنم این هستش که با تمام حکمایی که صادر میکنن بیشتر از همیشه به خودشون افتخار میکنن و ما به اونها افتخار میکنیم که الهام فرشاد این دختر 29 ساله میاد و دوباره حکمش رو مینویسه، ویدیوش رو پخش میکنه با افتخار. واقعا این شعاری که میگفتند و همچنان ادامه میدن، نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، به واقع در ایران اتفاق میفته. جمهوری اسلامی در آستانه رسیدن به حرکت و خیزش مردم در سال پیش، خیزش زن زندگی آزادی، همونطور که گفتم بازداشت زندانی، بازداشت خانواده های دادخواه و همچنین حالا در زندان ها داره سرگرم میکنه، زندانی رو از یک زندان به زندان دیگری میبره. در همین هفته همونطور که در برنامه روز چهارشنبه گفتم تعدادی از زندانیان رو از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل کردند. در همینجا آقای رضا سلمانزاده از زندان قزلحصار در این باره پیامی فرستاده، خوب گوش بدید پیام یک زندانی و از زندان قزلحصار کرج. داخل چهار پنج تا انفرادی رو درش باز بودستم، داخل انفرادی هایی تو هر اتاق ستا یه دستشوی بدون در داره، باید بشین جلو رفقات دستشوی کنید، داره سوراخ داره از دیوار زده بیرون آب میاد و یه ساعت آبه گرم داره. ما که بسیار با همون شرایطی که دوستان گفتن از زندان نوین هر کدوم به بهونه های مختلف دزدیدم، یعنی آدم رو بایی واقعا خیلی شراطیتم بندانه در از این بود و داشتم کردم توی ورنا، ورناشون رو بردن یک گوشه یه دیدین دست جمعی همه رسوار رو بردم توی اتوبوس و سوار اتوبوس کردم، هیچ کس هم نگفتن چی، خود منه که از خود فرزادی داره دستش دوره من جمع شده بودن، گفتم او کجا میبرید منو، بعد گفتن که برو بالا زیر نفن، بعد گفتم نه من تا ندونم سوار نمیشم، قولم دادن با لگد و فلان اینا با دستان یکشون زد شست دستم پاره شد، ساعدم صدا را یه ذره کبودی پیدا کرد، با زانوی راستم کبود شد با لگد دادم سوار، ولی بقیه حالا در حد حرف و بحث سوار ماشین شدن، بعد سوار ماشین کردم ما رو و مسیر تو مسیر کرج بودیم، کجا میبرید رجای شهر که بسته از بختن قزل سار خوبوردن اینجا، گفتیم حالا درقل مثل رجای شهر که اون سری تعبیر کردم یه جایی هست فلانی هست، خوبورد دیدیم و خوبوردن تن سلول های انفرادی که اشخاصی که در آستان اعدام هستن توی این سلول ها هستن و همه شون قتلی و آدم های خطرناکی همه اونو کردم اونجا، خواستم بکنم تو اتاق حاضر نشدیم بریم تو اتاق، گفتیم ما یا به مستلوم بدید یا اینکه اینجا تکون نمیخوریم اینجا میمونیم، و از همین ثانیه هم که رسیدیم همه اون اتصال غزان کنیم تا تنین تکیف بشیم که ادامه همین کار کردیم، همه دوستان این کار کردم ستادیم پاش تا مسئولین زندان اومدن، خود این زندان هم جایی نداره که به ما بده، خود مسئول زندان میگه من جا ندارم به شما بدم، جایی که شرایط نگهداری شما رو داشته باشه نداره، تمام زندانی های خطر رو کنم یه آن میزنن میکشنن تو ما باید تابان بدیم، ما رو بردن اینجا نگه داشتم
اینجا هم شرایطش دقیقا شرایط علیرضا شیر محمد علی توی زندان تهران بزرگه، زندانی های خطرناک در کنار در کنار ما. یه آن در بند یک شون رو باز بذارم سیزده تا منو یه تنه میزنم. بله، پیامش مقدار طولانی بود ولی دوشم یه که از این پیام رو بشنوید، چرا که یکی از یه پیامی رو دیدم از یک جوانی از بچه های اکباتان که پیامی بسیار با صورتی کاور و پیامی داده و اشاره کرده به این که 25 شهریور رو میتونیم به نقطه عطفی در تاریخ ایران برسونیمش و 25 شهریور باید پرقدرت‌تر و با هم باشیم و هیچ قدرتی برتر از اتحاد مردم نیست. سه پیام خطاب به مردمه که از طرف آزادی خواهان شهرک اکباتان که در طی این یک سال فعالیت‌های گسترده‌ای چه شبانه بر پشت بام بر بالکن‌هاشون آمدن و شعار دادن، چه در تمام منطقه با شعار نویسیشون این مبارزه رو ادامه دادن. این هم پیامی است از مبارزین شهرک اکباتان. درود به مردم شریف ایران. صدای من رو به نمایندگی جمعی از آزادی خواهان شهرک اکباتان میشنوید. کمتر از 10 روز تا سالگرد مهسا امینی و آغاز سالگردهای دیگر جانباختگان راه آزادی باقی است. سه پیام خطاب به ملت شریف ایران، نیروهای اپوزیسیون و مزدوران رژیم داریم. خطاب به مردم، کشور تا گردن در باطلاق فقر، فساد، بیرونی، ناکارآمدی و جنایت فرو رفته. به گونه ای که ادامه وضعیت موجود دیگر ممکن نیست. فرصتی طلایی پیش روی همه ما قرار گرفته. فرصتی که اگر از آن بهترین استفاده را ببریم می توانیم برای همیشه از شر حکومت قاتلان خلاص شویم. ولیکن همه چیز به عزم اراده و اتحاد خود ما بستگی دارد. 25 شهریور می تواند شروعی بر موج نهایی انقلاب ما باشد. اگر همه ما متحد شویم، به خیابان بیاییم و سهمی در انقلاب داشته باشیم. 25 شهریور به خیابان‌های سراسر ایران باز می‌گردیم. تنها خواسته ما از شما این است که بی‌تفاوت نباشید. حتی اگر توان مبارزه را ندارید، به پیاده‌روی در خیابان‌ها بپردازید. با خودرو ایجاد ترافیک کنید، از پنجره شعار دهید، اما منفعل نباشید. نگران چگونگی آغاز قیام نباشید. همیشه عده‌ای حاضر به تقبل ریسک بیشتر و آغاز تجمعات هستند. همیشه نفرات اولی وجود دارند، اما به شرطی که جمعیتی برای حمایت از اونها وجود داشته باشد. ما قیام را در سراسر ایران آغاز می کنیم، اما از همه شما هموطنان توقع حمایت و پشتیبانی داریم. فراموش نکنیم که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت اتحاد نیست. خطاب به اپوزیسیون، جامعه ایران نیازمند این انقلاب است، چه با شما چه بدون شما. ما راهی جز انقلاب نداریم، پس به شما پیشنهاد میکنیم هر چه زودتر رسالت خودتان را در قبال ملت و تمامیت ایران اجرایی کنید. گامی مثبت در جهت انقلاب ملی بردارید. در غیر این صورت به زباله‌دان تاریخ خواهید پیوست. خطاب به مزدوران، 25 شهریور برای شعار دادن به خیابان نمیاییم. برای صرفاً ایجاد راهبندان نمیاییم. به قصد ایجاد خیزشی جدید میاییم که به سرنگونی این رژیم ختم خواهد شد. ما دیگر آن مردم خام و بی تجربه خیزش قبلی نیستیم. ما زخم ها خوردیم، چشم ها از دست دادیم، خون ها دادیم. ما 8 ماه تمام با شما در خیابان جنگیدیم. پس اگر تصور می کنید ما همان بی تجربگان قبل هستیم، سخت در اشتباهید. دیگر با دستان خالی نمی آییم. در صورت حمایت جمعیت از حق دفاع مشروع خود به خوبی استفاده می کنیم و در خیابان‌ها هیچ گونه رحمی از جانب ما نخواهد بود. راه خود را تا دیر نشده از این رژیم جدا کنید. این رژیم ماندنی نیست. بله، پیام این عزیز رو از شهر اکباتان شنیدید. تصویری که الان با هم مشاهده خواهیم کرد تصویری از یک تاکسی در تهران که در واقع راننده تاکسی رو به خاطر این چیزی که گذاشته و حمایت کرده از
اینکه زنان میتونن حجاب نداشته باشن در تاکسیشون و واقعا درود به همچین انسانهایی که روز به روز تعدادشون بیشتر و بیشتر میشه. بله همونطور که میبینید حالا در حتی بخوان این رو بازداشتش کنن هیچ حکمی ندارن و آزادش کردن و حالا نوشتن این در تاکسی ها روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و این رو باید اضافه کنم، شعار نویسی، نوشتن در تاکسی ها و همینطور در چهارشنبه براتون گفتم که شعار نویسی که ادامه داره و اشاره‌ای که من روز چهارشنبه کردم و اینکه گفتن که خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن، جان باختگان راه آزادی، خامنه ای با وقاحت هرچه بیشتر از اونها دعوت کرده که بیان و ملاقاتی با او داشته باشن. در همین زمینه هموطنان ما در داخل ایران شعار نوشتن که رفتن به تهران برای دیدن خامنه ای خیانتی است به شهدا و جان باختگان. با همین شعار نویسی رو ببینیم. بله این یکی از مخصوصا هموطنان بلوچ ما رو خواستن که برن دیدن خامنه ای که به چه درستی می نویسن خامنه ای خونخوار و خیانتی است واقعا به جانباختگان راه آزادی. شعار دیگری که این روزها می نویسند فقر، فساد، گرونی. بله میریم تا سرنگونی در 25 شهری بر ما شعار نویسی و دعوت مردم. شعار بعدی که دوست داشتم در اینجا با هم ببینیم پیام که ما دختران و پسران گرگان ادامه می دهیم خشممان بر ترسمان چیر است و ویدیوی بعدی که دوست داشتم با هم ببینیم و با این ویدیو حالا برمیگردیم خداحافظی خواهیم کرد، ویدیویی است از تهیه و توزیع تراک‌های دست‌نویسی توسط جوانان که با هم نگاه می‌کنیم. در کوچه میابم تو را، در کوچه میابم تو را، ای همچو من آتش به جان. از خانه بیرون میزنم، از خانه بیرون. بینندگان عزیز با مجله فردوسی امروز به شماره 661 خودش به این برنامه در آخر هفته به پایان میرسونیم. با شماره 661 فردوسی امروز خشونت پرهیزی یعنی دعوت به آشتی ملی شاهزاده رضا پهلوی رو جلد مجله فردوسی امروز و همونطور که میدونید اگر دوست دارید مجله داشته باشید میتونید به من asalpahlavan@gmail.com ایمیل کنید و مجله رو براتون ارسال کنیم. با تشکر از آقای شجاعتی عزیز در اتاق فرمان و شما بینندگان که نشستید این دقایق رو با من و همراه من بودید. تا برنامه دیگر ساعت دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. یادتون باشه قدر همدیگر هم بدونید.